درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم با یک گفتگوی دیگه در ارتباط با این مانوری که اخیرا در منطقه غرب ایران منطقه کردستان داره برگزار میشه و میخوام ببینیم که داستان حالا انتقام سخت قرار رو بگیرن چی شد دفعه شد مانور میریم پیش شهرام گرامی شهرام جان درود بر افشین جان درود درود به شما و بینندگان گرامید و یادی بکنیم اینجا از سارینا زاده قهرمان ملی که هرگز نخواهد مرد و در سینه تک تک ماها جا داره و جاوید نام سارینا رو یادش و گرامی بداریم نامش جاوید سارینا زاده یادش گرامی خب اه... چه خبره شهرام قسمت غرب ایران چی, چی شده این حالا الان ما دارم بر بزرگ اینا غرب بود انتقام سخت بگن گوین که هیچ وقت ثابت نشد یعنی هیچ وقت نیومدن یه گزارش تحقیقاتی چیزی ارائه بدن که بگن آقا این اسم اسرائیلی اسرائیلیا کشن آقا اینا اینا هم موشکشون اینا هم موشک اندازشون اینا هم... یعنی مال اون فخری زاده رو حداقل دو تا چیز نشون دادن ولی به این اصلا هیچی هم فقط گفتن مرد آره یه تیر قیبی یه مشک قیبی اومد در <applause> یه جای خورد و امروز من یه گزارشی دیدم یکی از اینا اومده بود گفته در یه کشور همسایه یه موشک سبک خورده خب ببین موشک سبک که کشور همسایه میخوره نمیاد بره تو طبقه اون نوع شلیک موشک های احتمالا دوش پرتاب یا بعضا روی زمین میذارن موشک های مینیاتوری مثل الماس مثل اسپایک این این موشک ها که اونجوری میره تو طبقه به قول شما پتو رو میزنه کنا میگه اسی جون بیداری <applause> یا خوابی ورد داریم ببریم ای اینا دیگه حرف اضافه است و قدیما مثلا این لات های محل بودن نمیدونم خددار کشا بودن می آمدن می گفتن هر کاری می که هر, کار هر, اتفاقی تو محل می افتاد می گردن اونا الان قضیه جمهوری اسلامی و اسرائیل هم اینه هر کاری خودش میخواد میکنه میگه اسرائیل زد حالا تا اسرائیل بیاد تایید کنه تکذیب کنه تا مدارک شواهد بیاد نیاد ببینه اسرائیل به نفع سیاست خارجیش هست که اصلا مثلا این بگن این کرده صورت مخوفی ازش نشون میده یا نمیده تا بیاد تایید کنه یا رد کنه این خیلی فاصله است همونجور هم که سخنگوی ارتش شما گفت ما همچین کاری نکردیم انتظارم نمیرفت که بگه کردیم چون معمولا زیر بار نمیره ولی این که اسرائیل خیلی خوشحاله از کشته شدن هنیه نمیشه که حالا درست. هرکی زده دستش در نگو بله آره. میخواستم این دقیقه بگم که راجب این موشکی که مثلا از کشور هم بالاخره یعنی مثلا حد دقیقه 300 کیلومتر 400 کیلومتر حد دقیقه 400 ای کیلومتر این با. بس سوخت داشت بال نداره که موشکه یعنی نه بالاخره ببین الان رادارهای جدید میگیره موشک‌های بعد با... یه موشک بالستیکی باشه بب. یا بالستیک میشه گفت حتی ما های فتحمون که این هم, هم بهش مینازن جدید میخوام بدن به روسیه برای جلوگیری از پیشروی روی اوکراین 350 کیلومتر برد داره خب باید یه چیزی در رده های مثلا موشک فتح باشه یا مشک اندازه شما چقدر خب موشک فرد یه چیز حدود چهار متره چهار و نیم فریبورز لوله آب کنه آره خب ببین وقتی موشک این شکلی پرواز میکنه خب 400 کیلومتر حد اقلش نمیاد نقطه صفر مرزی بخواد شلیک کنه که حالا دوستان الان میان تو کامنت ها می نویسن از کجا اینجا 400 کیلومتر باجون این مسیر مستقیم هواییه تو جاده که نمیخواد موشک کج کوله بره تا بیاد برسه بله بله. نزدیکترین نقطه ای که از داخل عراق بشه شلیک کرد به سمت تهران حدود 450 کیلومتر تا 490 کیلومتر این این حالا حد فاصل داره کشور آذربایجان هم همین هولوش نزدیک 500 خورده ترکیه 600 خورده بستگی داره دیگه حالا باید ببینی باید. کجا قرار میگیرن رو چه ارتفاعی تو چه سطحی چه بادی چه موقعیتی تا این برد مثلا موشکه درست بشه بعد انقدر دقیق بیاد بره تو اون سراخ بنجره و گفتن نقطه زن ولی نه برای موشک بالستیک و اینا نقطه زن با فا... مقیاس از پنجاه متر شروع میشه تا 500 متر رو میگن نقطه زن <applause> یعنی اون پول هوایی بخوره تا 500 متر هم جا داره برای مسافت های بالا بگن نقطه زن این بحث اینا که حالا شلوغش کردن اینا خب باید یه کاری بکنن یه جوابی بدن نمیتونن دست رو دست بذارن بگن ما هیچ غلطی نکردیم حالا مدعی هم اصلا اسرائیل اومده و اصلا هنیه رو کشته باید یه کاری بکنن دیگه اون روهایی هم که تالا ازشون تغذیه میکردن ساندیس میگرفتن بعضا زیر کامنت ها میبینیم بعضا جای دیگه میبینیم ساندیس خورای نظام خب اینها هم ازشون میخوان وعده صادق دو رو بیاین شما اجرا کنید نمیدونم یه کاری بکنید ببین این فشاری که الان دارن به اینا میارن که مثلا باید پاسخ بدن یه د... حالا کاش اون ویدیو رو من برای شما فرستاده بودم دیدی میگه گفتن جواب ما بهشون گفتیم برید کمی فکر کنیم بعد تیکه قانی رو دیدیم قبل از اینکه حالا بحث اصلی بر شروع کنیم من فقط یه نکته یه میخوام به همین بسیجیان دو عالم و ارزشی ها و ارتش سایبری به صلاح بدم توجهشون رو جلب کنم که یه زمانی هر مو هر کسی که ضد جمهوری اسلام یه چیزی میگفت زود یه برچسب اسرائیلی یا جاسوس اسرائیل جاسوس آمریکا جاسوس سایبروش میزدند و این بردن محاکمهش میگن که بعضا اعدام میکردن حالا الان یه جوری شده که هر کسی از خودشون هم میخوان حس کنن میگن همون اسرائیلیا بودن بدون اینکه هیچ مدرکی چیزی نشون بده هم ده، ده، ده. همونطور که اون موقع مدرکی هیچ وقت ثابت نمیشد این داستان ها در نهایت یه اعتراف زورکی تلویزیونی میگرفتن که طرف میگه آره اسرائیلی منو گولم زدن یعنی هیچ باز مدرکی در نمیومد هیچ به سلام مدرک جرمی نشون داده نمیشد که بله مثلا این مامور اسرائیل در فلانجا با این آدم ارتباط گرفته اینجوری شده اینجوری شده اینم مثلا حساب بانکیش پول به حسابش مثلا بالاخره بعد یه کیس بسازن یه یعنی این قدم رو هوا و الان آره که با هوش مصنوعی همه چی میشه سا بله خب اون کارم نمیکنن میگه میتونی حساب بانکی بسازی میتونی فیش جعلی بسازی میتونی چت بسازی همه کار دیدین میکنن عوامل جمهوری اسلامی در من ب... نه منظورم به این اینه که الان الان دیگه این داستان اسرائیلیا بودن رسیده به خود ارزشیا به خود آره. آده عوامل جمهوری هر کسی که میخواد هست کنم میگه این کار اسرائیل بود خیلی آره راحت دیگه دعواشون هم میخوام بکنم مثلا الان شما ببین همون فیلم هایی که راجب افشاگری های مثلا فیلم های که ازشون میاد بیرون حالا نمیدونم این کلمه رو گفتم برای یوتیوب مشکل درست میکنه یا نه, وجود مشکل ا... آره امیدوارم که درست نکن این فیلم هایی که میاد ازشون بیرون خب قطعا این فیلم ها رو خود دستگاه امنیتی نظام میگیرن ولی خب از عوامل خارج استفاده میکنن حالا بعضا هم اپوزیسیون حتما نباید بند وست باشن از یک کسی که تیروبون داره ازش استفاده میکنن اطلاعات رو بهش میرسونن اطلاعات از طریق اون شخص پخش میشه اون نفری که میخوان جابجا کنن نفری که میخوان حذف کنن تو سیستم نفری که باهاش مشکل دارن همینجوری دارن حذف میکنن دونه دونه میبینیم که داره ازش میاد بیرون و تا رده های بالا متاسفانه متاسفانه این که نه خیلی خوشبختانه خودزنی دارن میکنن خودخوری باید. میکنن و حلقه های خودیشون رو دارن یه کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر میکنن این درست. بحثیه که سیستم های مثل جمهوری اسلامی و سیستم های کمونیستی هستن فکر کنم یه همچین چیزی داره انگایی هم آتو میگیرن از وصولین خودشون فرق نمیکنه سیاستی که استفاده میکنن این حالا بحث اصلی این بود که اینا برای اینکه اونا پاسخ بدن خب باید یه مانوری در باید. سطح منطقه انجام بدن درست. بعد اول بگن که ما اه 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 یه جایگاهی داریم بحث دوم این مانور اینه که اینا بیان ببینن با تجهیزات جدیدی که مثلا دارن مثل پهباد شاهد 238 که جدیدن تولید کردن بعد از 136 و موشکای های ها سیاه هست که شرم جون بله همون بله. سیاه هست آره که موتورش تعویض شده تو قسمت موتور تعویض شده یه موتور مینی جت داره سرعتش یه چیز حدود 100 خورده کیلومتر افزایش پیدا کرده یه خوبیایی داره یه یه مزیتایی داره یه بدیهایی داره رهگیریش به توسط مشکای حرارتی و دوش پرتاب خیلی راحت به خاطر اون حرارتی که موتور مینی تولید میکنه و نوع هدایتش اما سرعتش تا رسیدن به هدف بیشتر شده زمانی که می برد مثلا اون موتورگازی از بالا سر کشور اون شلیک می شد به سمت اسرائیل یه 24 ساعت مثل مثل اینکه زمان برد حالا تو را هم گم شده ما نفهمیدیم کی می رسن به هدف یه 7 -8 ساعتی تو راه بودن الان مثلا این 7 -8 ساعت میاد میشه 4 ساعت 4 ساعت و نیم وازم قابل راهگیری، یعنی برای هواپیمای جنگنده ای که بخوام مثل F22 یا F16 یا F18 F15 بخواد اینا رو رهگیری بکنن و بزنن موتور مینی جت داشتن اینا خیلی ساده تره و راحتتر یعنی دفعش برای کشورهایی که میخوان دفاع بکنن خیلی راحت اصلا سیستم پدافندی خود اسرائیل هم خیلی راحتتر تر میتونه اینا رو دفع کنه این اینا رو میخواستن یه تستی بزنن به اضافه اون موشکایی که دارن یه حمله ترکیبی بکنه مثل زلزال و سنجیل و شهاب و نمیدونم خیبر و فلان و اینا که متاسفانه اومدن کلی هزینه کردن از جیب ملت یه حالت مثلا نیروگاه هستگی اسرائیل رو به نام دیمونا ساختن توی بیابون توی اون قسمتی که رزمایش داره میشه غرب کشور بل اصلا ساختن با مقیاس یک و یک ساختن حالا آجر چیدن و فلان اینا یا بوتون ریختن نمیدونم دقیقا در چه حدیه ساختن و اونو به عنوان هدف گذاشتن و حمله ترکیبی کردن به اون دیگه دشمن فرضی رو کردن دشمن ماکتی اووردنش وسط بیابونای کرمانشاه و استان کرمانشاه و این حرکت رو زدن که شلیک کردن سمتش من یه گزارشی تو ایران برفین خوندم که نوشته بود پنج نفر تا حالا بر این رزمایش در اسلام آباد از هموطنانمون متاسفانه کشته شدند به واسطه این رزمایش که اینا کردن و بعدتر میدونی چیه اینا سال گذشته هم یه رزمایشی کرده بودن رزمایش که نبود تسکل موشک خیبر رو گرفته بودن یا همین شاهدشون و نه این موشک رفته بود گرگان تو جنگل های گرگان افتاده بود و اون سر جنگیش که تعدادیش مثلا به جوری مثل بمبای خوشهی اراغه که اون موقع سر مردم میریخ سر رزمندگان میریخ سر کسایی که رفته بودن کشور شاید دفاع کنن اون شکلیه یعنی وقتی که مشک شلیک میشه کلک جنگیش یه دفعه تبدیل میشه به 300 تا خونپاره سر جنگش که یکی دو تاش تو بیمارستان گرگان هم افتاده بود یعنی و... این خونپاره همین که دست این آقای بله همون سربان هم ارتش که دستش برد. گرفته اون این اصلا هم یکی از همون سر جنگی یکی هم از همون سرای جنگی که درست پرچ از این موشکی که اشتباهی رفت به گرگان در سمنان داشته آزمایش می شده در بیابان سمنان داشته استان سمنان داشت آزمایش می شد که رفت به سمت گرگان منحرف شد و در جنگل های گرگان اومد پایین خب این اشتباهات رو داشتن حالا ظاهرا اینجوری که مشخص در اخبار غیر رسمی مثل که چند تا موشک یا چند تا انفجار در اسلام آباد قرب شنیده شده دقیقا همزمان با رزمایشی که اینا انجام داد بعد دیگه بازی دیگه هم اینه که هی کلیر کنید اینجا رو اونجا رو فلان کنید ما میخوایم بزنیم میخوایم رزمایش می کنیم این اصلا خونه مردم رو زدن دیگه با دقیقا خورده و وسط مرکز شهر میگم پن... ایران برفین گذاشت ای داده بود با. رزمایش سپا حدود پنج نفر رو فعلا تا این لحظه از هموطنانمون رو کشتن باز اون موقع میگفتیم با دشمن فرضی درگی شدن خداشون مردن ولی الان دیگه خداشون نمردن زدن دوباره تو خونه های مردم ببین اون سری قبلم اینا اومده مثلا جوابو بدن به پاکستان حمله کرده بودن به اسم اینکه ما میتونیم نمیتونیم فلا اینا خب پاکستان هم یه پاسخی به اینا داد فکر کنم من شما با هم برنامه درست کردیم پاکستان هم اومد روسته های مرزی ما رو بمبارون کرد سیستان و بلوچستان و, و نه تا از هموطانه ما اونجا کشته شدن به خاطر خبتی که سپاه پاسداران کرد اشتباهی که سپاه پاسداران سپاه تروریستی پاسداران بگیم بهتره این قاتل حاجی زاده و دار دسته برای نمایش و خودنمایی و یعنی ثروت ملی ما رو دارن اینجوری حیف و میل میکنن متاسفانه و کارایی هم نداره حالا جلوتر توضیح میدم که این شاهدان تکلیفشون به کجا رسید چه اتفاقی براشون افتاد اصلا روسیه تو چه وضعیتیه قرار سخو کجا رسید بله یادم افتاد که تو یکی از همین رزمایش هایی که یه زمان یه نه ماکت ناو هواپیما آمریکا رو تقریبا اندازش ساخته بودن و بعد این ناو رو همجوری ول کردن و سادری همجوری هم بهش حمله کردن موشک زدن نتونستن غرقش کنن این ماکت نتونستن غرق کنن ماکت بی دفاع ماکتی که اصلا خوش دفاع حالا بعد مثلا میرم با دو تا قایق کنار این نوای آمریکایی شاخشونه میگه به اصطلاح بیشتر حالت جنگ روانی داره بیشتر میخوام به همون یا بگن که آره ما مثلا جلوی آمریکا وای میسیم به حال این سیستمشون که اینجوریه جنگ روانیه که حالا میونه کلام جنگ روانیه که برای اون آمریکایی‌ها باعث خندی میشه به حالت جو که و برای همون ساندیس خورا اینه که دیدین ما رفتیم مثلا قایق چیزو ببین الان دارن فیلم پ... پخش میکنن که مثلا پهباد یا پهبادشون توی چیز رسط کرده ناوای آمریکایی رو اومده دونه دونه پهباد بله، یسیر بله. مثلا ازشون فیلم برداری کرده و فلا کرده خب قطعا اون رادار اون کشتی یا رادار اون اسکادران اسکورت اون کشتی این پهباده رو پایش کردن وقتی پایش میکنن تا زمانی که خطری تهدید نکنه اون ناو یا اون ناو هواپیما رو قطعا هزینه نمیکنه و تو طرف شلیک نمیکنه یه مسئله دیگه هم هست که متاسفانه عزیزان مردم نمیدونن این پهبادا در مونتا علیه مرز آبی کشورمون پرواز میکنن چون عرض خلیج فارس هم اونقدر بزرگ نیست به راحتی میتونن از اینا تصویر بگیرن مخصوصا زمانی که نزدیک تنگه هرمز میشن و تقریبا میشه گفت روی خط مرزی مجبورن حرکت کنن اونها هم مجاز نیستن وقتی این پهپادها داخل مرز کشورمون دارن حرکت میکنن به سمتشون تیراندازی کنن این هیچ دستاوردی برای سپاه پاسداران نیست داره شعاف میکنه و همون خوراک گفتم خوراک ساندیس خوراشو ساندیس درست میکنه برای ساندیس بارش. بله احنا. یعنی یه جورایی ارضا میشن به لحاظ روانی که مثلا در بله بجای بله درست بشه ولی بله در این در در این حزب الله لبنان و همین اعضای حماس اینا که مثل برگ خزون این روزا همینجوری دارن جارو میشن اینا همشون آدمای همون ارزشیایی هستن که اتفاقا در رتبه های بالاتر هم رفتن و یه پول و پل خوبی هم بهشون رسیده و و فکر میکردن یه روزی اسرائیل نابود میکنن و آخر سر اینجوری رفتن هیچ ملتی نابود نخواهد شد بله هیچ ملتی نابود نخواهد شد مخصوصا ملتی که یهود هست یه شما خودت میدونی پیوند یهودیان به چه شکله و چه جوری اینا از هم محافظت میکنن حتی در کل دنیا اینی که این حرفایی که میزنن نمیدونم اسرائیل رو نابود میکنیم اون رو نابود میکنیم اینو نابود میکنیم اینا حرفای به نظر من مال سبک مغزاست مال زوال کسایی که زوال عقل دارن مثل خامنه ای یعنی اصلا مغزی وجود نداره متاسفانه من یعنی بب... بگم بره. که این بچه‌ها گیر نه تو دام دارن میفتن همین بره. ارتش سایبری مغزی میدن ببین شما یه پس مثلا بچه 15 ساله رو با اون روحیات بلوغ با اون شور و هیجان ببری یه اسلحه بدی دستش نمیدونم یه هدبند براش ببندی یادت قبلا ما نوجوان بودیم باید. فیلم های رمبو اینا رو وقتی می دیدیم و فکر می کردیم شدیم اینا رو می مثلا توی اردوگاه های نظامی بعد شروع میکنن کنن بودا این ور اون ور از این ور برو بالا از این ور بیا پایین بچه های مدرسه ای هستن خب اون شور و حال نوجوانی اینا رو زایل میکنن با مخشوی و اینجور کارا بعد که به یه سن بالاتری میرسن میفهمن چقدر بیهوده بوده امروز اگه شما درصد ملیگرایی رو داخل کشور ببینیم بالای 80 درصد ما ملیگرایی داریم کسی کسی رو دعوت نکرد سی هزار نفر برن تخت جمشید بلد. کسی کسی رو دعوت نکرد سه هزار نفر برن کنسرت سی ده... کاخ سعد آباد میدونید چی دارم بلد. 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 سه هزار نفر هم صدا ای, ای ایرانو بخونه اینها نشون اینها نشونه اینه که مردم ما جوانان ما دارن کنچکاف میکنن ببینن چی گذشته اون عقبه ما هفت هزار سال تمدنی که پشت سر ما ها هست چی هست اینی ای که شما میبینی مثلا این آقایون بیریشه میان راجع به کشورهای 26 ساله و 150 ساله و اینا صحبت میکنن اصلا اینا توی نقشه نبوده این اصلا یه چیز متفاوته ما هفت هزار سال تمدن پشت همین فارسی هفت زدن ما هست باید. باید. این از هز... کوچه و خیابون نیومده که بخوایم درست. راجبش مثلا یعنی آدرس درست ماشد. ما داریم یه ایرانی داریم یه فرهنگ تمدن فرهنگ داریم اگه ایران پی... نداشته باشیم هیچی نداریم بل. بل. نه من و شما اینجا میتونیم بشین بل. راجبش بحث کنیم میتونیم اینجا بشین جوک بگیم ولی راجب کشور رو نمیتونیم صحبت کنیم یا اصلا حکومتی نمیشه توش تنگ کرد اول ایران میگم من بارها بارها گفتم در اسپیس در یوتیوب خودم در خیلی جاهای دیگه عرض کردم خدمت مردم خدای من ایرانه و بزرگتر از ایران ندارم حالا هر کسی هر جایی هر چی دلش میخواد بگه ایران برای ما زندگی و همه چیز روز این اینجوریه حالا بریم سر موضوع اصلی باید. بریم راجع به پهوادا چند تا دا اصلی داریم ببین سرنوشت پهوادا به این شکل شما وقتی که میای یک سلاح نظامی تو که مخفی به صورت مخفی تولیدش کردی ازش رو نمایی میکنی خب قطعا اگه قادر باشن کشور دیگر روش بسازن میسازن شما این F-22 دیگه پیشرفته تر از F-22 نداریم درسته میگن F-35 فلان پیشرفته ترین و بیشترین تکنولوژی رو داره و فلان نه ولی قطعا استراتژیک ترین جنگنده آمریکا امروز F-22 که به جایی هم نمیفروشدش یه جوری میشه گفت جایگزین F14 کرد F22 تا زمانی F22 مخوف پنهان که یک نمیفروشدش یک از دو ازش رونمایی نکرده ولی زمانی که ازش رونمایی کرد خب F22 دیده میشه شکل و شمایلش دیده میشه و از اون مخوفیش کمتر میشه و وقتی هم که بفروشه دست کشور دوم سوم بیفته قطعا سارقان یا جاسوسان صنعت مخصوصا جاسوسان نظامی میتونن در بیارن که این چجوری ساخته شده و چه کارهایی توش انجام گرفته و فلا اینا. اینجاست که دیگه اون بحث استراتژیک که از بین میره بحث اون مخفیانه بودن سلاح حالا جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی اومد یکی دو تا پارت داد شاهد 136 شیشش رو داد به روسیه سال گذشته ابتدای جنگ روسیه و اوکران چند ماه گذشت خب ورق جنگ برگشت بعد اومد دوباره اینو هی تکرار کرد تکرار کرد تکرار کرد اصلا کارخونه رو انتقال داد به اونجا کارخونه ساختن پهباد شاید و شیش رو انتقال داد اونجا اونا هم اومده اسمش گذاشتن شمدانی برای خودشون ساختن یواش یواش زمینی اومد که ترکیه اومده یه نمونه روش زده ولی به موفقیت شاید سرسی و نبود امارات اومد تولید کرد بعد اومد خود روسیه تولید کرد قزاقستان کارخونه تولیدش رو بردن حالا میبینیم که چین اومده توش نوآوری کرده چینی که مختص به کپیزنیه یه چیز حدود 300 تا یا 600 تا خرید من یادم این ارزشیا جشن گرفتن اون موقعی که ببین ما داریم به چین پهواد ساده میکنیم قافل از اینکه چی نه چیزی رو میگیره کپیشو میزنه دیگه خیلی راحت مهندسی محکوس میکنه و ازش از روش تولید میکنه الان هم که اومده تعواد رو تولید کرده جایی موتور گازی دو تا موتور برش بسته یا این پهواداش حرکت میکنن صداش من یاد موتور گازی های رکس یا پژوهای قدیم میندازه که توی خیابونا حرکت میکردن مخصوصا پایین شر این ها همیشه بودن. این دو تا موتور گذاشته و یه ذره تو ماهیتش تغییر حاصل کرده قطعا سرعت بیشتری داره حتما پایش بهتری داره چون خیلی قطعاتش چینیه و دسترسی چینی ها به قطعات الکترونیک بیشتره عملا میشه گفت از نظر شاهد 136 جمهوری اسلامی خلصلا شده دیگه اون کارایی سابقه نداره همینجور که اثرش هم تو جنگ اوکراین و روسیه میبینیم روسیه این روزا داره پیشرفت میکنه و هی داره روسیه رو تو خاک روسیه داره پیشرفت و پهباده شاهد هم دردی دوا نمی کنن برای روسیه حتی خودش داره تولید میکنه دردی دوا نمی این هستی بل بعد مسئله اون فرمانده ها که رفتن تو همین مانوره وایسته اصلا چرا رفتن مانور ده من, من اون رو میبینم <تصفيق> <تصفيق> گفتم ما... مناف که بالاخره اینا میرن برای دیدن و فلان. ولی اون تیکه فیلمو که من میبینم حالا بذاری شما بیرن نگاه ببینن خیلی جالبه یاد فیلم های لورر هاردی بیفتم یاد چارلی شابلین که تو این جنگ های جهانی میرفتن یه دفعه این بر از رمز حرکت رو میگن یکی اون پشت شلیگ میکرد در دقیقا همون اتفاق افتاده اینا دارن رمز رو میگن یکیشو میگه یا زرا یا زرا یا زرا نمیدونم شروع میکنیم و یه دفعه پویسترشون یه کسی که همه نشده بود یه موشک شلیک میکنه یعنی شاترشو میزنه و اون موشک هم شلیک چه باید. بعد سراسیمه به میگردن پشتشون نگاه میکنن درسته. و میدونن ببینن اصلا داستان چی این اتفاق ها میفته تو رزمایش قبلی هم این اتفاق افتاده بود اتفاقا ده. ده اونجا خیلی بیشتر ترسیده بودن اینجا بازی سر کمتر ترسیدن یعنی یه دفعه میترسم برای آره. همشون برده. سناریه فیلم های چابلین یا لوره هادی و اینا رو قشن اجرا میکنن بدون اینکه اصلا نوشته باشد و جالبه برای مسخره کردنشون حدشون اندازشون قاتلینی مثل حاجی زاده دیگه اینو حاجیزاده و اون آقای شیرازی که از بیت رهبری میاد سر سلشکر شیرازی اینا تراهان اصلی حملات سپاه هم دیگه اگرم به هواپیمای اوکراینی هم شده زاده تنها نبوده و آقای شیرازی نقش اصلی این مسئله رو داشته قطعا همین یعنی یه باند مافیایی هن که سردمدارانش در حد خنگ و خنگتر هن. یعنی بله اینجوری هن و, و اینی که حالا انقدر خود این به صلاح استکبار جهانی و نمیدونم آمریکا و اینا اینا رو بادشون میکنن از اینا قول درست میکنن که اینا مثلا شاید او اونا اگه اینا رو باد همش بیزنسه همش ده ده. هم بله همین ها دلار قراردادشون با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به صدق سری جمهوری اسلامیه که این, این خنگار آدمای وحشتناکی نشون آدمای آدم مثلا ترسناکی اگه... نشون بده اگه اینا رو نشون ندن خب عربستان نمیاد نافگانه هوایی شد نیرو هوایی شد به روز کنه نمیدونم سیستم پدافندیش فلان کنه این همه داره هزینه میکنه برای دفاع, دفاع، کشورش به خاطر مترسکیه به اسم حالا شهرم میده من به تو بگم که بدتر از اون عربستان یه کشوری دیست ولی خود کشور آمریکا با تبلیغاتی که در خود آمریکا میشه راجع به همین آدم های خنگ که مردم تو آمریکا فکر میکنم واقعا اینا الان یه سری تروریست خیلی مخوف خیلی مثلا مجهز کارکشته باهوشی هستن و به همین توجی سالی 800 میلیارد دلار از مالیات مردم آمریکا خرج پنتاگون خرج وزارت دفاع میشه که از آمریکا در برابر همین خنگا دفاع بکنه در صورتی که اینا رو ظرف واقعا واقعا 24 ساعت هم نمیشه که میشه اصلا همه تمام نظامش کاملا از بین برد یعنی کافی دو تا ناو بر آمریکا بیاد همونجا لنگر بنزه و بخواد اینا رو بزنه تماما هیچی ازشون نمیمونه ظرف کمتر از 24 ساعت به نظر تمام میشن تمام نیروی ارتش و سپاه جمهوری اسلامی تمام نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو هم جمع بکنی نمیرسه به 24 ساعت دوام آوردن هم نمیرسه و این انقدر گنده کردن و این هم هم پراکسی و شعبه برش درست کردن جایی مختلف دنیا از حوسی های یمن بگیر تا از گله لبنان که بینید الان اسرائیل یه ذره تصمیم گرفته این رو بزنه اصلا نمیتونه از خوشون دفاع کنه هر کدوم از این فرمودار تو خونه شون دارن میزن میکشن خیلی راحت یعنی خیلی راحت. امی... هم شناسایی میکنن هم میزنن میکشن خیلی راحتی خیلی. ب... من فقط تحجیب همین اونسری ها وقتی اینا تو این حد و حدود هستن چرا برای اینکه بازی یعنی که پول بعد در بیاد چرا زودتر این کارو نکرده؟ بله تعجب نداره جون شهروندانشون براشون اگه مهم باشه باید قطعا نیست. مقابل این جور چیزا بمون ببین حالا این چیزی که من یا تجربه کردم دیدم که هیچ کدوم از این دولت ها چه دولت های اروپایی چه دولت آمریکا چه دولت اسرائیل حتی برای جون شهرونداشون اهمیتی قائل نیستن این این وظیفه ای که باید انجام بدن یعنی یه سری کمپانی اون پشت نشستن ازشون میخوان که چیکار کنن والم. و اینا در ظاهرم ادا در میارن که مثلا برای ملتاشون ارزش این تو وقتی من تو آمریکا دارم میبینم که چه بلایی سر مردم آمریکا میارن این کمپانی های مواد غذایی فقط همه مردم آمریکا رو سا... مریض کردن بیمه ها چه بلای سر مردم هم هیچ کس هم ازشون دفاع نمیکنه هیچ وزارت دفاعی هم وجود نداره که از مردم آمریکا در برابر مکدونالد دفاع بکنه در برابر این کمپانی های دارویی دفاع بکنه که با گرونترین قیمت داروها رو به مردم آمریکا می شما بری کانادا دارو همون دارو داروی آمریکایی یا در کانادا ارزونتر تر از آمریکا هیچ کس هم نمیره جلو هیچ کدوم از این نماینده ها و سناتورهای فاسد آمریکایی نمیرن سراغ این مسئله که چرا باید اینجوری بشه چرا کمپانی داروسازی دارو سازی دارن اینجوری رفتار میکنن اینجوری عمل میکنن یعنی میخوام بدونم که این سیاست مدارا برای مردمشون هم دلشون نمیسوزه این اتفاقایی که الان داره تو انگلیس میفته تو آلمان میفته تو فرانسه میفته اینها نتیجه عمل کرده همین دولت مرداست اینی که این پنهنده های بی فرهنگ مسلمان از خب ما وارد این بحث آره حالا می بگم بره. بره. که اینا در حقیقت نتیجه بهتاره. این آره. کار این سیاست من درست حالا ما برگردیم به کشور خودمون به ایران آره ما بیشتر جنبه نظامی رو بله, بله. آره بررسی کنیم چون من اطلاعات دقیقی هم راجع به این مسئله که چون فرمودید ندارم بله. رو هم حساب نمیخوام وارد موضوع بشم که ولی بحث نظامی اینه که قطعا اینا از خیلی چیزا میتونن خیلی جلوتر خبردار بشن من نمیتونم قبول کنم بارها و بارها اینو عرض کردم از هفته اکتبر به بعد اینا انقدر اومدن مثلا دست به شناسایی زدن تک تک جاها و مکانها و کانالهای پولی و اینا رو میشناسد نه من نمیتونم ببارد. این سالها کار شده و الان نتیجه سالها کارشون رو تبدیل به عملیات نظامی میکنن همهشون همینن یعنی اگر جمهوری اسلامی هم داره یه رزمایشی انجام میده مطمئن باشید اگه فردا هم حمله نکنه میگه ما رزمایشمون رو انجام دادیم دیگه میدونید چی دارم میگم اینجوری داستان بله پس پس به نظرت چی میشه ببین الان در حال هنوز دارن صحبت از جنگ میکنن هنوز میگن مثلا انتقام سخت ما تو راه قرار جنگ بشه حالا یه سناریوی دیگه الان هست به نظر چقدر احتمال داره که با توجه به این بحرانی که به اصطلاح افغانستانی در ایران دارن این ویدیوهایی که ای داره پخش میشه خیلی من احساس میگم اونجا ارتش سایبری پشت پخش کردن این ویدیوها هست در این حال که یه سری فجایعی داره اتفاق میفته ولی خیلی هدفمند داره راجب این تنفر مردم افغانستان از مردم ایران و مردم ایران از مردم افغانستان نه اینجوری نیست افشین جا حالا, حالا, حالا من اینجوری احساس میکنم حالا به نظر چی میشه میتونه مثلا این تبدیل به یه هر جمع بشه نه این نه. نه. نه همچین چیزی نمیشه من اصلا با این قضیه موافقم نیستم بحث اینه که اگه کسی پناهنده است خوب بنده خودم پناهندم در این کشور کاملا مشخصه که پناهنده هستم و چرا پناهنده شدم متوجه چی میگم اگه قرار کسی هم تو کشور ایران پناهنده بشه حالا جمهوری اسلامی همچین آش دهنسوزی نیست که کسی بخواد داخلش پناهنده بشه نه ارزش پولی داره نه اقتصاد درستی داره نه اصلا وضعیتی درستی داره و اگه قرار کسی پناهنده هم بشه باید مشخص بشه باید اول مرودش مشخص باشه جایی که زندگی میکنه مشخص بشه نه اینکه مثل یه دالونی باز باشه هر کی دلش میخواد بیاد هر جنایتی دلش میخواد بکنه این کشور آلمان هم همچین چیزی رو نمیپسنده حالا چه درست. افغان باشه چه نمیدونم عراقی باشه چه مشکل ترامپ با این ای مسئله مهاجرت هم همینه دیگه تو آمریکا آره. یعنی میخوا می همیشه موزلی وجود داره حالا تو ایران یه آره با... بله دیگه همینه دیگه وقتی شما در رو باز بذاری خودت ببین الان حدود یک میلیون نفر اوکراینی اومده اینجا یا کمی بیش کمی بیش این تو آلمان ای کل... اومده. تو آلمان بله آلمانی که اینقدر اقتصادش قویه اقتصاد اول دنیاست از نظر بهداشتی میشه گفت هر اون زمانی که مثلا قبل از ورود اینا برای هر یه نفر سه تخت خالی وجود داشت توی بیمارستانها یه همچین وضعیت بهداشتی داشته الان دوچار مشکل شده الان سردرگو و سیاست مداراش میگن مثلا ما چجوری میتونیم بهداشت رو تحمیل کنیم چجوری میتونیم نیروی پزشک و پرستار و فلان و اینا ببین باید, باید برنامه ریزی باشه برای اینکه شما بتونی بتونید پناهنده بگیرید اینکه شما در کشور رو واز بکنی هر کسی با نام و نشان بی نام و نشان واردش بشه اونجوری با اون وضع اسفناک با اون وضعیتی که خودت دیدی مثلا یه در پژو رو باز میکنن 20 نفر ازش پیاده میشن خب، با اون وحشتناک بدون سر و بدون اینکه ثبتی بشه بدون اینکه مشخص بشه اصلا اینا پناهنده هستن ماجرین اقتصادی هستن چرا اصلا تو کشور ما هستن خب اگه قرار باشه اینجوری بیان خب همین میشه نتیجهش میشه هر جمعه که امروز شاهدش هستیم و اتفاقایی که داره میفته پس این سیاست غلط جمهوری اسلامی که خواست از بحران پناهنده های بی پناهنده که نمیشه گفت از حجوم مهاجرینی که معلوم نیست به چه نیتی با. چند درصدش اصلا عضو طالبانه چند درصدش عضو طالبان نیست خواست بحرانی درست کنه که از رو در روی مردم با خودش از این بحران بتونه گذر کنه و مردم رو وارد چالش دیگه بکنه که تا الان هم موفق شده و متاسفانه باز تاوان این ندانم کاری و این جنایت رو مردم ایران دارن میدن و مردم باید. افغانستان فرق نمیکن شما ببین یکی از اینا رو که پلیس گرفته بود با اون که خیلی سر صدا شد اینا سفرهای طالبان رفتن هزار دلار هم بهش کمک کردن گفتن برو شکایت کن خب شما که اینجوریید شما که اینقدر مهربونید چرا ایشونو نمیبرید با احترام کشور خودتون هم کار بهش بدین هم خونه بدین کشورتون رو بسازین با. ببین این این بحث برمیگرده توی بحث سیاسی و منم نمیخوام واردش بشم بیش بیشتر حالا موضوع سناریو رو ما بگم. کشور خودمونه و اینکه دستخوش حوادثی هستیم که در پیش مردممو مردم ما بلند میشن و من و شما باید آماده باشیم که دوباره بخوایم مردم رو سوق بدیم به سمتی که هدفی که هست اونم آزادی کشور اون ایرانه با. حالا چه با مهاجرین چه بی مهاجر یعنی در حقیقت خلاصه همه این حرفا اینه که ما یک اشغالگر اصلی و یک دشمن اصلی داریم که اخوندای حاکم بر ایرانن و تنها راه رهایی از این کابوس و اتفاقات بدی که میتونه در راه باشه مثل حمله اسرائیل مثلا به زیرساخت ایران مثلا یه همچین چیزهایی که میتونه هر جمع هر بیشتر بکنه و جمهوری اسلامی رو ماندگارتر بکنه اینی که مستقیم دو مردم نه میاد تو خیلی و برن اسرائی... سراغ جمهوری اسلامی بل. نه تنها اسرائیل هر کشور دیگه بله. به زیر ساختای ما حمله کنه چارت تا نیرگوه ما رو بزنه ما بر برمیگردیم به دوران ما قبل قاجا حتی قاجا هم نه با این وضعیتی که کشور ما داره با این چیزی که الان 50 ساله مثل زالو اینا افتادن خودشون و انگلزاده هاشون دارن می, می خون ملت ایران و به همراه خون اون کشور رو دارن می منابع طبیعی می ایران دارن خالی می‌کنن بله از هر نظری و... دارن نابود می‌کنن و ما رو اونها... عقب میبرن شما مثلا امارات چه پیش رفت که اونجا چه من... ما هیچ امیجه... چی نشنیم. بله یه مسئله می خوندم میگفتش که بازار عتیقه و گنجینه و دفینه ایران تو دبی توسط چینیا خب وقتی شما تهران رو میخوای بدی دست اینا تهرانی که بارا بارا گفتن از نظر تاریخی بعضی جاش برمیگرده به 5000 سال پیش امکان داره گنج باشه فلان باشه برای چی چین میهاد بیاد خودش کار بکنه حتی نیروش هم از زندانی های چینی بیاره ببین این بودن جمهوری اسلامی حالا من به همکاران ارتشی خودم هم میگم اونایی که چه بشناسن چه نمیشناسن اگه صدام بهشون میرسه هر روز بودن جمهوری اسلامی خیانتیه که تو داری میکنی به های. ملت ایران، یعنی به اون قسمی که خوردی، دفاع از ملت ایران شما داری بهش خیانت میکنی، چرا؟ چون بودن جمهوری اسلامی، یعنی نابودی ایران، نابودی ملت وقتی هم ملت نابود بشن، الان ملت ما نه روان درستی دارن، بنده خدا همه درگیرند، درگیر بیماری هن، نه یه داروی درستی میتونن بده کنن هم که بر پارسال ما اینه را بود و مزرعه های نمیدونم استخراج ارزهای دیجیتالشون بوده و فلان و اینا امسال داستانشون چیه امسال که مثلا امسال اون از که از بین رفت برقد میشه فلان میشه با توجه به اینکه تا پشتش پر شده بوده و هزار جور داستان دیگه داشته چرا هم. حقابه مردم سیستان و بلوچستان با توجه به قراردادی که دارد هم با ترکمنستان قرارداد داشته دولت شاهنشاهی هم با افغانستان چرا حقابه رو نمیگیره چرا ارتش اقدام نمیکنه وقتی که اونا دبه زرد ور میدارن مسخره میکنن که چرا ارتش ایران اقدام نمیکنه بره اصلا اون صد رو بزنه نابود کنه آب بیاد برای مردم سیستان و بلوچستان من من واقعا اینا رو درک نمیکنم و حالا من به نظر من سر مار در خیابون پاستوره و ما یعنی ارتشیان بعد فقط در خیابون باید. پاستوره بعد بله بعد اصلاً بیان اصلا 90 درصد بدبختی, بدبختی مردم بعد 90 درصد بدبختی مردم کشورهای همسایه ما همون سر ماریه که تو خیابونو پاست بله بله اگه اینا سلا به طالبان نمیدادن اگه اینا آموزش به طالبان نمیدادن که این اتفاق نمیخواد یا معامله پوشی بینها نمی کردن بله اگه اینا هر مج و و آشوب تو اراق نمی کردن وضعیت همی تو لبنان بل. تو سوریه همه اینا عواملی یکی همون سرماری که شما گفتی در باستور نیروی داعش کی تو سوریه درست کرد همینا همون قاسم سلیمانی درست کرد یا من برای اینکه باید مقابل ارتش آزادی بخش سوریه بیسته و برای, برای حفظ بشار اسد نه حفظ حرم و اینا بله 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 یا مسائلی که در لبنان هست چند بار بندر بیروت لبنان منفجر شد مگه چند سال پیش نبود کود 2020 بله. منفجر شد بله خودش شیمیایی منفجر شد کلا اون همه کشته داد اون همه بیروت نابود شد چند, چند روز پیش بود سالگردش بله. بله ساختنش با پول ملت ایران ولی در کل میخوام عرض کنم خدمت هر بلایی که سر این ملت های خاور میانه داره میاد تک تکشون سرش مارش خوابیده توی همون یعنی به نوعی سروت پیلده. های مردم خاور میانه داره اینجوری دود میشه میره رو هوا دود،, دود, میشه بله در بهترین بله. حالت تبدیل میشه برج خلیفه دیگه در بهترین حالت یعنی به جای خلیفه اینا جای خود این برج دکل نفتی که گم میشه اون یکی مثلا جزیره که بله. فلان از رو نقشه پاک میشه یعنی میخوام بگم که به اینکه این, این, ثروت ها خرج مثلا دانشگاه ساختن مرکز فرهنگی مراکز علمی بشه خرج پیش برد رفاه آسایش بشریت بشه این همه ثروت دیگه داره اینجوری میسوزه از بین میره و... عل شما اگه نقشه رو مقایسه بکنی آسیای شرقی چندین جزیرش از دو سال گذشته تا به امروز هست شده خب این هست شده یعنی چی؟ نرفته زیر آب که خریدن دیگه من, من. مشخصه دیگه کیا هستش بوده که داشتن میرفتن اونجا جزیره بخرن کسایی که خریدن هر رو نقشه پاکش میکنن دیگه همونجوری پول میدن از گوگل اشت، پاکش میکنن اسم خودشونو رو میذارن روش و اختصاصی خودشون میکنن آدرسشون اصلا دیده داشت این دان دارن برای خودشون جزایی رو درست میکنن که فردا روزی اگه قرار شد فرارم کنن برن اونجا بمونن دیگه درسته این این مسئله هست اینا،, اینا, داستان نیست افش اینجا واقعیتی بله بله, بله، حالا بعدا متوجه خواهد بله. من قرمونت دارم به امیدوارم که براخره یه حرکتی یه باوری به با وجود بیاد در مردم در نیروهای نظامی نیرو حتی این سپاهی ها حتی این هر که اطلاعاتی هر, کسی هر کسی برای ایران یعنی تبه. بفهمه که بابا این سر کاره بعد بیاد به, مر... به همون ایران بهترین به درست ترین آدرسه بیایم به طرف ایران فقط ایرانی بشه و بین ایران نجات بدین از دست این اشغالگران